چند روزی بیشتر به زمستان نمونده. پایان زمستان. به پایان زمستان. و ما خوشحالیم که این پایان زمستان رو به مناسبت 8 مارس با چند روزی تأخیر برای بزرگداشت تلاش و تحرک و مبارزه زنان در ایران دور هم جمع شدیم و مطابق چند ده سال گذشته امیدواریم که بهار برسیم، هم برای ایران هم برای زنان ایران. امروز مهمانان عزیزی داریم، خانم منصوره شجاعی که از لاهه آمدن و واقعا برای من قابل تحسینه و از طرف خودم انجمن و تمام حاضران تشکر میکنم که خیلی خیلی فوری و تلگرافی امروز بعد از ظهر آمدن، فردا بعد از ظهر میرن و این راه دراز رو با تمام فعالیت هایی که دارن آمدن برای اینکه در جمع ما باشند و از زنان صحبت بکنند، از بهار زنان، از چهار فصل مبارزات زنان صحبت بکنند. خانم شجاعی حتما اغلب شما میشناسینشون، حدود 20 ساله که از عمر پژوهشگری و فعالیتشون در حوزه زنان میگذره. در ایران شغلشون کتابداری کتابخانه ملی بوده، مترجم بودند، ویراستار کتابهایی بودند از زبان فرانسه ترجمه کردند، عضو بنیانگذار مدرسه فمینیستی بودند، عضو فعال کمپینی میلیون امضا بودن، همه اینا که بودن یعنی هستن در واقع. من تغییر جغرافیایی پیش آمده ولی تغییر کیفی حرفه‌ای و رسالتی پیش نیامده. 3 سال بورسیه انجمن قلم بودن در آلمان، در اونجا با همکاری موزه زنان 3 گزارش تصویری راجع به زنان ایران منتشر کردند. الان در لاهه هستند و در دانشگاه مشغول پژوهش درباره جنسیت و حقوق بشر پژوهش می‌کنند و امشب هم مهمان ما هستند و ما شنونده ایشون، برای اینکه نگاهی به جنبش زنان در سالهای اخیر بندازند و به خصوص کتاب نوشین احمدی خراسانی رو نام بهار جنبش زنان معرفی کنند. از اونجایی که در واقع از ایران آمدند و از بطن تلاش ها و مبارزات فعالان زن در ایران، برای ما خیلی مغتنمه که راجب کل جنبش زنان در این سالها صحبت بکنم. خیلی خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما بابت دعوت. با سلام به همه دوستان و به حال یه ذره مشقی که خانم حبیبی گفتن سخته، برای اینکه هم آدم بخواد از جنبش زنان صحبت بکنه هم از کتاب نوشین، هرچند که هر دوش به هم مرتبطه، ولی امیدوارم که طولانی نباشه و دوستان خسته نشن. من بخشایی از صحبت رو واگذار میکنم به قسمت پرسش و پاسخ، به لحاظ این که فکر میکنم اینطوری با هم بیشتر میتونیم از مستقیم راجع به این قضیه بحث کنیم و بیشتر صحبت هم تاکید بر کتاب بهار جنبش زنانه. در واقع
حیات عینی جنبش زنان و جامعه مدنی زنان با چند شاخص عموما تعریف میشه که یکی حضور تشکل‌ها و گروه‌هاست، یکی حضور کمپین‌ها و ائتلاف‌هاست، دیگر رسانه‌ها و انتشارات. این شاخص‌ها در واقع حامل گفتمان و مطالبات اصلی جنبش در جامعه هستند. توی 20 چند سال اخیر که دوره تاریخی مورد نظر هم این متن و هم کتاب نوشین هست، در مقاطعی بوده که این هر چهار تا با هم کار کردن، کنار هم تعریف کردن حیات جنبش زنان. در مقاطعی گاه فقط حضور یک شاخص بوده، ولی به هر حال هر کدوم سعی کردن بار حیات جنبش زنان رو به دوش بکشن. غیبت یا حضور هر یک از این شاخص ها هرچند معلول دلایل بیرونی و به طور مشخص مسائل امنیتی و حکومتی بوده، اما گاه دلایل درونی هم در اون مؤثر بوده. به عنوان نقطه ورود شاید بد نباشه با حوزه نهادها و تشکل‌ها شروع کنیم که از اوایل دهه 70، من باز هم تاکید میکنم که صحبت‌ها بیشتر مربوط میشه به 20 سال اخیر، در واقع تماما. بنابراین اگر اشاره ای به قبل از انقلاب و یا تلاش های زنان در ابتدای انقلاب برای مسئله حجاب نمیشه به این دلیله. اما توی قسمت پرسش و پاسخ اگر دوستان سوالی داشته باشن در خدمت. در اوایل دهه 70 با آغاز سیاست های تعاملی دولت در صحنه بین المللی و توجه به در واقع شرایط جهانی، فضای نسبتا بازی برای یک سری از فعالیت های به وجود اومد که بتونه چهره ایران رو در عرصه بین الملل موجه نشون بده. در این دوره نهادهای زنان در دو بخش خدماتی و پروژه‌های توسعه رخ اومدن در جامعه ظاهر شدن که این نهادها عمدتاً از سوی زنان نزدیک به حاکمیت و یا زنان درون حاکمیت. پس از اون تو دوران اصلاحات زنان کنشگر از طیف‌های مختلف وارد جامعه میشن و مشخصاً نهادهای زنان در حوزه‌های اکتیویستی شکل می‌گیرند. این نهادها با اهداف اکتیویستی در واقع ابتدا از سوی زنان مستقل و سکولاری که پیش از این در دهه 60، در اواخر دهه 60 و بعد از اون در محافل خانگی دور هم جمع می‌شدن و نیز به همت زنانی که تو تشکل‌های محیط‌زیستی، تشکل‌های کودکان و جمع زنان ناشر حضور داشتن شکل می‌گیرد. اولین نهاد رسمی مستقل فمینیستی مرکز فرهنگی زنانه که در سال 2000 تأسیس میشه و یکی از افتخارات من این بوده که عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره اون بودم. مرکز فرهنگی زنان اولین تشکل زنان با رویکرد برابری خواهی. این نهاد توی ادامه کارهای خودش به تأسیس نهادهایی مثل کتابخانه صدیقه دولت آبادی و نهاد جایزه صدیقه دولت آبادی همت کرد و در واقع تأثیر زیادی تو حرکت‌ها و ائتلاف‌های سال‌های اخیر داشت، از جمله ائتلاف مهم هم‌اندیشی که در 2005 شکل گرفت و کمپین 1 میلیون امضا که در سال 2006 شکل گرفت. یکی دیگه از شاخص‌ها که کمپین‌ها و ائتلاف‌ها بود، میتونیم بگیم که موفق‌ترینش و اولین تجربهش جمع هم‌اندیشی زنان بود و اولین تجربه موفق در تشکیل نهاد کمپین 1 میلیون امضا که در دوم سال ریاست جمهوری احمدی نژاد شکل می‌گیرد. نکته جالب اینجاست در زمانی که ماموران امنیتی دولت احمدی نژاد وجب به وجب تهران و شهرهای دیگر رو می‌گشتن برای اینکه تعطیل کنن و پلمب کنن دفاتر و نهادهای زنان رو، کمپین 1 میلیون امضا بدون داشتن حتی 1 متر فضای حقیقی در سراسر ایران مشغول به کار. در واقع کنشگران زنان به جای مرثیه خانی برای اونچه که از دست داده بودن، در زایمانی لذت بخش کمپین 1 میلیون امضا را مثل یک مولود جدید جایگزین آنچه که از دست رفته بود کرد. به طور کلی در دوران احمدی نژاد نظر به فضای ایجاد شده ضرورت ایجاد ائتلاف و کمپین ها محسوس بود، کاملا محسوس بود و کنشگرای زن علارغم همه محدودیت ها موفق شدن که چندین ائتلاف و کمپین مهم رو سازماندهی کنند، از جمله کمپین سنگسار یعنی ضد سنگسار، منشور زنان، ائتلاف لایحه خانواده، ائتلاف همگرایی زنان
برای طرح مطالبات کمپینی اکنون امزار که گفته بودیم، کمیته ضد خشونت‌های اجتماعی و همگرایی سبز. در حوزه رسانه‌ها در واقع باید بگیم که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های حیات جنبش زنان، انتشار مجله زنان تو اوایل دهه 70 شکل عینی به رسانه‌های زنان بخشید. پیش از اون مجلات و مجموع مقالاتی مثل پیام هاجر، فرزانه، که خب خوشحالم که پروین در اختیار نشد، خودش اینجاست، اگر راجع به پیام هاجر صحبتی باشه او حتما بهتر از من میتونه پاسخ بده، و بعدتر فصلنامه جنس دوم و فصل زنان و روزنامه زن حضور جدی زنان در حوزه رسانه رو به جامعه معرفی کرد. در 8 سال سرکوب و بگیر ببند دوران احمدی نژاد انتشار همه این مجلات متوقف شد، اما روی آوردن به فضای اینترنتی مثل یه فضای آلترناتیو فعالیت‌های رسانه‌ای جنبش زنان رو یه حیات دوباره بخشید. در واقع برخی از رسانه‌های اینترنتی در مقاطعی در غیاب نهادهای مدنی جای خالی اینا رو پر کردن. همینطور که یادتون هست در ابتدای مطلب گفتم این 4 شاخص گاه با هم بودن، گاه یکی بوده، گاه دیگری بار اون یکی رو به عهده گرفته. واقعا در مورد رسانه‌ها گاه بوده به تنهایی نقش نهاد، نقش کمپین، نقش اطلاع، نقش انتشار رو بازی کرد. البته به هر حال اینا نقش مهمی در تولید و پیشبرد گفتمان‌های غالب داشتن. برخیشون هم بودن که در حد یک گولتن داخلی برای مردم. اینجاست که ما با یک پدیده نوظهور در طرف جنبش زنان رخ میده مواجه میشیم، پدیده اکتیویسم ژورنالیسم. حالا آیدا که خب به هر حال ژورنالیسم حرفه‌ایه شاید بیشتر بتونه راجع به این صحبت کنه. پدیده اکتیویسم ژورنالیست و یا سایبر فمینیسم در واقع وارد دنیای روزنامه‌نگاری شد که حالا سود و زیانش جای بحث داره، اما از این پدیده، مصداق‌های این پدیده من میتونم نام ببرم از مدرسه فمینیستی، قانون زنان ایران، تغییر برای برابری و تا قانون خانواده برابر یا سایت لایه. میرسیم به بحث انتشارات و کتاب که بحث اصلی هستش. در واقع انتشارات زنان اولین حوزه فعالیت زنان پس از حضور مجدد جنبش در 20 سال اخیر. یاد میکنم از نشر روشنگران و مطالعات زنان به عنوان اولین ناشر حوزه زنان، و خوبه که بگم که خانم کریمی اینجا هستن که الان یکی از کتاباشون انتشارات روشنگران منتشر کرده راجع به ختنه است، که توصیه میکنم دوستان اگه دسترسی داشته باشن حتما این کتاب رو مطالعه کنن. به طور کلی با نگاه به انتشارات زنان در 20 سال اخیر، صرف نظر از بخش ادبیات و رمان که تو بحث امشب جای نداره، ما میتونیم عموما این انتشارات رو در 4 موضوع تقسیم بندی کنیم: نظریه‌های فمینیستی، تاریخ و خاطره نویسی، خانواده و قوانین مربوط به آن، الهیات و مطالعات تطبیقی ادیان و حقوق زنان، یا به تعریف جدید الهیات فمینیستی. این تقسیم بندی در 2 گروه انتشارات رسمی و انتشارات آلترناتیو میتونه مورد بررسی قرار بگیره. در واقع هرچند که در حوزه رسمی و قانونی ما همیشه مواجه هستیم با موانع جدی، اما 2 جریان آلترناتیو در مقابل این موانع از سوی زنان کنشگر مشخصا در دوره احمدی نژاد شکل گرفت که تونسته تا حدودی جبران مفاد کنه. یکی انتشار کتاب با سرمایه شخصی و بدون مجوز در داخل کشوره، دیگری انتشار کتاب در خارج از کشوره. خوشحالم که امشب 2 نمونه برجسته از این 2 پدیده آلترناتیو معرفی میشه. یکی بهار جنبش زنان که در داخل کشور بدون مجوز منتشر میشه، و یکی زنان در بند 209 که فرنگیس عزیز برای شما معرفی میکند از جیبا بنی یعقوب که در خارج از کشور منتشر شد. به هر حال انتشارات آلترناتیو با تمام اهمیت و وزنی که در پیشبرد ترویج گفتمان جنبش زنان داره، اما متاسفانه نه تنها از سوی نهادهای رسمی و مسئول انتشار کتاب و انتشارات خصوصی، بلکه در بخشهایی از جنبش زنان هم گاه به رسمیت شناخته نمیشه. راستش جای تعجب نیست که این کتاب‌ها در نهادهای رسمی یا نهادهای رسمی جایزه و حوزه نقد و بررسی کتاب مطرح نمیشه، اما باعث تأسفه که نهادهای آلترناتیو به ویژه در حوزه کتاب‌های زنان این کتاب‌ها رو مورد بررسی قرار نمیدن.
اینجا بهتر اشاره کنم به نقش مؤثر نهاد جایزه کتاب صدقه دولت‌آبادی که مثل یک نهاد آلترناتیو برای بررسی و ارزیابی کتاب‌های زنان عمل می‌کنه. اما به دلیل اینکه یکی از معیارهای داوری کتاب در دسترس بودن و انتشار و سهولت توزیع عمومی و رسمی اونه، متاسفانه اینو کتاب در فهرست کتاب‌های مورد بررسی این نهاد قرار نمی‌گیره، که البته این هم جای بحث داره. به هر روی میتوان گفت که از ابتدای دوران احمدی نژاد تا کنون در کنار مجموعه مقالات، فصلنامه‌ها، بیوگرافی‌هایی که به همت اعضای نهادها و سایت‌های زنان منتشر شده، انتشار 4 کتاب تألیفی جدی در حوزه نظری اهمیت این بخش رو افزون می‌کنه. این 4 کتاب به ترتیب تاریخ: کمپین 1,000,000 امضا، روایتی از درون است. دوم دفترچه خاطرات. سوم حجاب و روشنفکرانه. چهارم بهار جنبش زنان. نویسنده هر 4 عنوان این کتاب نوشین احمدی خراسانی، پژوهشگر و کنشگر پرکار و جدی جنبش زنان و همکار عزیز من در مدرسه فمینیست است. در این میان کتاب بهار جنبش در واقع به نوعی تاریخ جنبش زنان در 20 سال گذشته است. در واقع نویسنده با نوشتن از فعالیت‌هاش در جنبش زنان به پژوهش فمینیستی در این باره پرداخته. بحث مطالعات زندگی نامه خودنوشت سالهاست عموماً به عنوان یک پژوهش فمینیستی مطرح شده. در واقع نگاه به فمینیسم از تجربه شخصی. در سالهای پایان تا سالهای پایانی قرن 20 زندگی نامه های خودنوشت یک ژانر، یک گونه ادبی شناخته می شد. اما نظریه های فمینیستی درباره اتوبیوگرافی این نوع ادبی رو در رده پژوهش ها و مطالعات فمینیستی جای داد. بحث اتوبیوگرافی در حوزه کتابداری و طبقه بندی موضوعی نیز از 2 منظر متفاوت نگاه شد. برای مثال ما 2 نظام مهم طبقه بندی موضوعی داریم که یکی نظام دیویی، یکی نظام کنگره. در نظام دیویی میگه که اتوبیوگرافی ها و سرگذشت نامه ها جزو تاریخ هستند، پس در رده موضوعی تاریخ طبقه بندی میشن. در نظام کتابخانه کنگره میگه که نه، زیر نام نویسنده، بسته به اینکه نویسنده در کدوم حوزه موضوعی فعاله، این اونجا در واقع طبقه بندی میشه. منظورم اینه که ببینید این بحثی که کتاب سرگذشت یا تاریخ، تاریخ یا سرگذشت و یا نقدهای برخی اوقات مغرضانه‌ای که نسبت به این کتاب شده، این بحث جدیدی نیست. همواره حتی بین کسایی که صاحب نظر هستند توی طبقه بندی موضوعی این خلط موضوع وجود داره. درباره این کتاب نقدهای زیادی نوشته شده و شاید یکی از یعنی در واقع میزان بررسی که این کتاب شده توی حداقل در حوزه زنان بی‌سابقه بوده. من نام میبرم از آقای سعید پیوندی که امیدوار بودم ببینم ایشون، که نقد بسیار مفصل و دقیق و جدی روی این کار نوشتن. خانم مهرنگیز کار در 8 مارس سال گذشته در کانادا به طور مفصل به این کتاب پرداختن. خانم طلعت تقی‌نیا در ایران متنی نوشتن، بنده 2 متن نوشتم در مورد این کتاب که امشب هم سومیش خواهد بود. و خانم سیما راستین، چیز متاسفانه نمیدونم که منتشر شد یا نه، ولی در این در واقع میلینگ لیست های گروهی که فمینیست های ایرانی خارج کشور دارن، این متن آمد و بسیار متن ارزنده ای. قصد نوشتن نوشین از نوشتن این کتاب در واقع قصدش فقط بیان خاطرات شخصی نیست، یه بستره برای تدوین تجربه ها و انتقال جزء به جزء این تجارب به کسانی که پیگیر تحقیق تاریخ معاصر جنبش زنان. نام کتاب بهار جنبش زنانه. در واقع قصد کتاب اعتراف به دوره پاییزی جنبشی است که در دوره از تاریخ خودش بهار 20 ساله ای رو از 68 تا 88 تجربه میکنه. حرکت روایی کتاب از فرد به واقعه است، وقتی که خود نویسنده در واقعه حضور داره، هم واقعه نگاره هم تحلیلگره. وقتی که غایب دیگه راوی نیست، پس تکلیف رو به دوش حاضران واقعه میذاره. نقلی از کتاب هست از صفحه 10 کتاب که خودش میگه: گفتن ندارد
که در این کتاب نگاه خیره ام بر کنش‌ها و حرکت‌های متمرکز بوده که در آنها حضور و نقش داشتم. بنابراین نمی‌تواند تصویری کاملاً جامع از آنچه طی 20 سال گذشته بر جنبش زنان ایران رفته است ارائه نماید. اما شاید بتواند در کنار مکتوبات دیگر فعالان پازل دوران بهاری جنبش زنان را در قاب تصویری نچندان فریبنده به نمایش بگذارد. خب دیگه از این گواه به نظرم مستدلتر وجود نداره در پاسخ به نقدهایی که گفتن که خانم احمدی فقط درباره خودش نوشته. خب قرار بوده همین کارو. اما در واقع تکریم کنش اجتماعی از دیدگاه نویسنده باعث شده که گام‌های کوچک و بزرگ هر کس رو به ذکر نام نقل کنه، همان گونه که در نقد گام‌های تخریبی هم با استدلال و صراحت سخن گفته، از قضا در این بخش از هیچ کس نام نبرده. کتاب حاضر شامل 6 فصله که به 2 بخش عمده تقسیم میشه. بخش نخست که شامل فصل‌های اول و دوم میشه، بیانگر چگونگی ظهور دوباره جنبش زنان پس از انقلاب 58 و مشخصاً پس از پایان جنگ 8 ساله و وقایع دهه 60. بخش دوم شامل 4 فصله که به بیان دقیق و جزء به جزء دوران خیزش و شکوفایی زنان از سال 82 تا 88، 6 سال میپردازه. اعتبار 4 فصل بخش دوم به نظرم به 4 ائتلاف مهم زنان نسبت داده میشه که اولین آن جمع هم‌اندیشیه و بعد کمپین 1,000,000 امضا و بعد ائتلاف علیه لایحه خانواده و سرانجام همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در سال 88. نوشین احمدی با دور شدن از کوران حوادث آن دوران از پنجره خاطره نویسی به این 4 ائتلاف مثل 4 فصل جنبش زنان نگاه کرد و ما حدیث شخصی خودش رو به گوش خواننده می‌رسونیم. فعالیت‌های زنان درون حاکمیت آغاز دوباره فعالیت‌های اجتماعی در اواخر سال‌های 60 و رشد چشمگیر محفل‌های زنان که در حقیقت بازماندگان سرکوب دهه 60 محسوب میشن، نویسنده جوان رو با اکثر اون محافل مرتبط ساخته. اما آتش او برای کار اجتماعی و حقوقی او را از این محافل به عرصه‌های عمومی و علنی رهنمون می‌سازه. در این دوران اشاره مشخص کتاب به نقش فمینیست‌های ایرانی خارج از کشور، زنان نویسنده و مترجم، زنان اهل هنر، اهل قلم، اهل مطبوعات، زنان محافل خانگی، هم از چپ، ملی‌گرا، نواندیش دینی و غیره. فعالیت‌های زنان درون حاکمیت در ابتدای دهه 70 و 74 یا اونایی که خارج از چارچوب حاکمیت فعال شدن، صرف نظر از تأیید یا رد اونا به دقت و انصاف مورد بررسی قرار گرفته، به همون میزان که از مهرنگیز کار و شیرین عبادی همچون دو ستون اصلی پیشبرد مبارزات حقوقی در آن دوران یاد میکنه. در فصل دوم به پیدایش انجمنها و نهادهای مستقل اجتماعی و به طور مشخص شکلگیری جامعه مدنی از 72 تا 76. از دیدگاه نویسنده جمع زنان ناشر یکی اولین مراسم علنی 8 مارس در شهر کتاب، یکی تأسیس مرکز فرهنگی زنان و دیگر اولین مطالبه عمومی برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض و بعد نخستین کمپین با نام کمپین زنان و مردان علیه خشونت تا 8 مارس. حالا همه کمپین رو فقط کمپین 1,000,000 امضا میدونیم، ولی قبل از اون این حرکت هم بوده و شکل‌گیری تجمع‌های مسالمت‌آمیز رو از حرکت‌های تأثیرگذار در این دوره میدونه. فصل سوم با نام جنبش زنان بر سکوی پرش به نقل خاطرات نویسنده از هم‌اندیشی می‌گذره و زمین سازی برای هدف قرار دادن قوانین تبعیض‌آمیز و مشخصاً شکل گرفتن گفتمان حقوقی درون جنبش زن. فصل چهارم به کمپین 1,000,000 امضا اختصاص داره. فصلی که کاملاً عاشقانه نوشته شده و در واقع با یک عشق زنانه و آرمانی از کمپین 1,000,000 امضا صحبت میشه. اما به همون میزان هم در و با صراحت به نقدها و اشتباهاتی که در کمپین اتفاق افتاده
میپردازه. جالب اینجاست که در این تعریف نوشین بند ناف رو پاره نمیکنه، یعنی نقد میکنه، اما نگاه قدرشناسانش رو اینجوری بیان میکنه که قدرشناسش رو نسبت در واقع به آنچه که پیش از کمپین اتفاق افتاد. صفحه 230 چنین مینویسه: نام کمپین را از تجربه زنان مراکشی به ارث بود. مشارکت همگانی فارغ از خط‌کشی های ایدئولوژیک را از تجربه کثرت پذیر جمع هماندیشی زنان. عدم ایجاد تضاد و تقابل با اسلام را از تجربه موفق مجله زنان. محلی گرایی را از زنان ملی مذهبی و اهمیت گسترش آن در سطح بین المللی را از تجربه های جهانی شیرین عبادی. تواضع ساختاریش را از تجربه زنان کنشگر در شهرستان ها و کتابخانه های سیاه یاد گرفتیم. خاطرات نوشین احمدی از پشت صحنه کمپین 1,000,000 امضا و شیوه مدرن مستندسازیش نه تنها موجب روشن شدن خیلی از ابهامات در جنبش زنانه، بلکه آغازگر سبک جدیدی در تاریخ نگاری زنان است. فصل پنجم در حکایت شیرین به مجلس رفتن کنشگران زنانه، بررسی موشکافانه لایحه خانواده، حمایت از خانواده و بندهاش چنان واقعا به دقت بررسی شده که میتونه این کتاب خودش به تنهایی اون بخش یک منبع باشه، یک ریفرنس باشه برای کسی که بخواد تحقیق کنه روی بحث قوانین خانواده. بخش پایانی کتاب به بررسی و تحلیل حضور و رویکرد جنبش زنان در دوره‌های مختلف انتخاباتی می‌گذره. تا انتخابات سال 88، اما اینجا چگونگی مواجهه این جنبش با فضای سیاسی رو بررسی می‌کنه و در واقع چرخش گفتمان حقوقی به سیاسی رو از این همگرایی می‌بینه. این فصل از کتابی که از مهمترین مباحث جنبش زنانه، یعنی مداخله جویی فمینیستی در عرصه مختلف سیاسی. در واقع نگاه نویسنده به وقایع سیاسی از انتخابات شورای شهر شروع میشه در سال 77 و با همگرایی در دوران 88 این حرکت سیاسی رو بررسی میکنه. نگاه نوشین به عنوان یک اکتیویست شورمن، یک مدافع حقوقی برابری‌خواه، یک آرمان‌خواه، یک تحلیلگر و یک نظریه پرداز، در واقع در صفحه 323 اونجایی که میخواد از در واقع شادی حضور زنان در دانشگاه بگه، از تأثیر شوراها و انتخابات شوراهای شهر بر جنبش زنان بگه، نمیتونه از قطعهای زنجیری سخن نگه. به این صورت مطرح میکنه: در سال 1377 هنگامی که برای نخستین بار قرار بود انتخابات شوراها برگزار شود، ما شاهد وقایع تلخی بودیم، از جمله جان باختن شخصیتی همچون پروانه فروهر به عنوان یکی از معدود زنانی که در عرصه مردانه سیاست قد علم کرده، همچنین داریوش فروهر، محمد مختاری و نیز یکی از معدود مردان مدافع جنبش زنان و برابری خواه آن زمان، یعنی محمد جعفر پویند. ولی در مقابل این حوادث تلخ، رویدادهای امیدوار کننده کم نبودند که از همه آنها مهمتر آن بود که در این سال تعداد زنانی که به دانشگاه ها راه یافتند بیش از تعداد پسران شده بود، یعنی به بیش از 52% ارتقا یافته. راستش خوندن این پاراگراف به عنوان یک نمونه از رویکرد حاکم بر مجموعه این مطالب این کتاب، در واقع جوهره حق خواهی، تکثرگرایی، دگرپذیری و برابری خواهی رو شما مشخصا توی این پاراگراف میتونید بگیرید که در سراسر کتاب هم حاکم. فصل ششم مشخصا اختصاص داره به انتخابات سال 88 و مسئله جنبش سبز. راستش اون دوران گسترش فزاینده بیکاری زنان، افول فعالیت‌های مطبوعاتی، فعال شدن نهادهای حراست، حضور دوباره سیستم گزینش استخدامی، دخالت گسترده نیروی انتظامی در حوزه خصوصی با بهانه حجاب، تشدید منازعه دولت با نظم بین‌المللی، به هر حال موجب جابجایی توی اولویت‌های زندگی شده بود
و بدنه جنبش زنان کاملا کم بنی شده بود و مهاجرت ها شروع شده بود. نوشین از شروع مهاجرت میگه سونامی مهاجرت در واقع، و اینو به تلخی یاد میکنه که در اون دوره چقدر تاثیر به هر حال منفی گذاشت در پیشبرد اهداف جنبش زنان. توی یه همچین فضایی ائتلاف همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات یک جور قد برافراشتن دوباره است، یک جور در واقع جار زدن هستم هنوزه، یک جور حرکت خیلی امیدوار کننده بود. که صفحات پایانی این کتاب به طور جز و به دقت راجع به این هستش. بیان این تجربه در تلفیقی از خاطره و تحلیل گواهی است بر حضور زنایی که همواره از پیشینیان آموختند و با آیندگان سهیم شدند. و جان کلام رو در این پاراگراف میتونیم بخونیم. صفحه 363. جنبش زنان وقتی میتواند موفق عمل کند و حرکتش تأثیر گذار شود که بتواند به توافق و اجماع حد اکثری در مورد آن حرکت دست یابد تا از رهگذر این توافق حد اکثری قادر به بسیج حد اکثری نیروها و مخاطبان خود در جامعه زنان باشد. در واقع نویسنده در خلال مطالب متنوع کتاب تلاش میکنه به قول خودش روش مدنی و مسالمت‌آمیز جنبش زنان رو در میانه دو قطبی اصلاح طلبی انقلابیگری به نمایش بذاره و واقعا نشون میده که جنبش زنان چجوری مثل یک بندباز ماهر توی این راه باریک و پر از تهدید دو قطبی حرکت مستقلش رو ادامه داد. کتاب حاضر خاطره نویسی به شکل کلاسیک نیست، اما برگ این دفترچه خاطرات با چنان تحلیل و بررسی دقیقی همراهه که تعلق اثر حاضر رو به سه موضوع تاریخ و سرگذشت‌نامه، مطالعات زنان، نهادها و سازماندهی موجه. قول داده بودم به فرنگیس عزیز که بیشتر از 25 دقیقه نشه، خوشحالم که بازم میگن زنها پر حرف حرف دارن. خیلی ممنون. یک در واقع درآمدی بود بر مراحل مختلف حرکت و مبارزات زنان در این 20 سال اخیر. حتما دوستان نکاتی خواهند داشت، بحث‌هایی خواهند داشت، مخالفت‌ها و موافقت‌هایی خواهند داشت که در بخش بعدی مطرح خواهند کرد. سخن رو میدم به خانم آیدا قجر، اغلب میشناسیدشون. ایشون روزنامه‌نگار هستند، روزنامه‌نگار نسل بعد از ما، و بیشتر کارشون متمرکز هست روی پژوهش‌های زنان و روزنامه‌نگاری در حوزه زنان. از سال 2010 در پاریس هستند، ولی قبل از اون در لبنان کار روزنامه‌نگاری می‌کردند و با کمپین 1,000,000 امضا همکاری‌هایی داشتند. از سال 2010 در پاریسن، همچنان در حوزه زنان و در حوزه روزنامه‌نگاری فعال هستند. امروز در واقع ما از بخش تاریخ میایم به بخش نگاه به امروز و به طور مشخص از انتخاب آقای روحانی به بعد، آیدا جان در واقع روی کرد و نگاه و گاه شاید عمل دولت جدید رو بررسی میکنن در حوزه زنان. خواهش دارم. هم سلام
میکنم دوباره خدمت همونهایی که ندیدم دوباره سلام میکنم. ممنونم از انجمن که این فرصت رو در اختیار زن گذاشت. امیدوارم یه روزی بیاد که بتونیم هر چند وقت یک بار راجع به زنان صحبت کنیم، نه فقط معطوف باشه به 8 مارس، و یه روزی بیاد که تعداد آقایون توی سالونایی که مربوط به زنان هستش بیشتر باشه. اگر بخوایم رویکرد در واقع آقای روحانی رو مد نظر قرار بدیم، یه رویکردی از طرف ایشون هست، یکی هستش که مربوط به جامعه مدنی هست. جامعه مدنی رو اگر بخوایم تعریف کنیم که دنبال به دست آوردن قدرت نیستش و نهادها، کنش‌ها، فعالانی که در واقع در این زمینه فعالیت می‌کنن، زمینه‌های مختلف، زنان هست، دانشجویان، کارگران هستش، رو بخوایم داشته باشیم، قبل از انتخابات با توجه به تغییراتی که پیش اومده بود، آقای احمدی نژاد سرکوبی که داشتن، این شانسی بود که آقای روحانی داشت که قبل از ایشون آقای احمدی نژاد باشن، بلکه هر کاری بخوان بکنن حتما خیلی بهتر خواهد از دوره آقای احمدی نژاد. ولی جامعه مدنی به این تغییر و به انتخاب آقای روحانی به عنوان یک فرصت نگاه کردش، با توجه به وعده هایی که در واقع ایشون داد و صحبت هایی که کردش و تغییرات جزئی که پیش اومد که میگم خدمتتون، در واقع به عنوان یک فرصت بهش نگاه کرد تا بتونه برای منفعت عمومی و منفعت جامعه، هدف که هدف خودش هستش، بتونه در واقع یک تغییراتی در قوانین، در موقعیت زنان و پیشبردش به سمت برابری در واقع اقداماتی رو داشته باشه. حالا اینکه موفق شده یا نه و اینکه چقدر پیش رفته و چیا بوده رو صحبت میکنیم. اما وعده های مشخصی که آقای روحانی پیش از انتخابات و بعدش هم بعد از انتخابشون در واقع توی کنفرانس های مطبوعاتیشون گفتن که خوشبینی رو در واقع در جامعه ایجاد کردن که ممکنه تغییر ایجاد بشه، که هر تغییر کوچیکی هم برای یک فعال، یک اکتیویست، یک دستاورد محسوب میشه. یعنی ممکنه که اتفاق خیلی عظیمی نیفته، ولی اگر سن ازدواج یک سال، دو سال، سه سال بره بالاتر، این یک دستاورد بزرگ هستش. حتما همینجوره، اگر دختری باشه که در واقع بخواد به جای 13 سالگی در 18 سالگی بخواد ازدواج کنه، خیلی دستاورد بزرگه. وعده هایی که ایشون داده بودن رو یه مرور بکنیم با هم. در مورد بیمه سرپرست خانوار بود که البته من با کلمه سرپرست یه مقدار مشکل دارم، چون به نظرم با سولید اون فرهنگ پدر سالاری هستش. اگر برابر بشن فرض کنیم سرپرستی نداریم، که از اول قرار بود بیمه زنان خانه‌دار باشه که همه بتونن از حق بیمه استفاده کنن، زنانی که کار نمی‌کنن. اما بودجه که ایشون به مجلس گفتن تایید نشد، 85% از اون میزان بودجه کاسته شد. در نتیجه مسئولان و معاونان ایشون اعلام کردن به جای زنان خانه‌دار میخوان زنان باز هم بعد سرپرست یا در واقع سرپرست خانوار رو پوشش بدن. این تغییر بودجه باعث شد که 90% جمعیت کاهش پیدا کنه. یعنی طبق آماری که خود در واقع جمهوری اسلامی ارائه میکنه، نزدیک به 20 میلیون زن خانه‌دار وجود داره، اما زنان سرپرست خانوار یا بعد سرپرست رو بخوایم در نظر بگیریم 2,050,000 نفر هستن. در نتیجه این طبق وعده‌ای که ایشون داده بود نه تنها محقق نشد، الان تازه داره به مرحله پیگیری میرسه که بخوام پیگیری کنن که این تعداد 2,050,000 نفر رو بخوام تحت بیمه قرار بدن. یکی دیگه از وعده‌هایی که داده بودن ایشون تشکیل وزارت زنان بود که خب با موافقت و مخالفت زیادی مواجه شد. یه عده موافق نبودن به این دلیل که نباید زنان رو جدا کرد، یه عده موافق بودن که این تبعیض مثبته. اما اگه قرار باشه که در واقع وزارت زنانی تشکیل بشه که مثل دولت آقای احمدی نژاد وقتی اومدن اولین وزیر زن رو در جمهوری اسلامی ایشون انتخاب کردن، اما خانم دستجردی که این تابلوی در واقع وزارت زنان رو ببخشید وزیر زن بودن رو دستش گرفت، یک خانمی بود که تمام لوایحی که پیشنهاد میداد یا حمایت میکرد در واقع علیه زنان بود، مثل مثلا لایحه حمایت از خانواده که ایشون از مدافعانش بود و اجازه داد که به قانون تبدیل شد و اجازه میده که مردان بدون در واقع اجازه همسرشون بتونن صیغه داشته باشن، یا مثلا دانشگاه های تک جنسیتی، بیمارستان هایی که بر اساس جنسیت تفکیک شده باشه. اینها در واقع اقداماتی بود که ایشون از حمایت میکرد، خیلی هاشون هم به انجام رسوند و البته به خاطر درگیری های سیاسی که پیش اومد برکنار شدش. بر همین تشکیل وزارت زنان اگر قرار باشه، به نظر من شخصا اگر میتونه یک اقدام مثبت باشه، یک تابوی در واقع نپرداختن به زنان رو بخواد بشکنه، اما اگر قرار باشه که از افرادی استفاده بشه که خودشون فرهنگ پدر سالاری یا مرد سالاری رو دارن و ترویج میکنن، در واقع اقدام مهمی نیست و بلکه بدتر به ضرر زنان باشه و خیلی دستاوردهایی که تا الان به دست آوردن رو بخواد پس بزنه.
ایشون در مورد رفع تبعیض‌های جنسیتی صحبت کردن که خب باز هم پیگیری نشد. ایشون از فرصت‌های برابر شغلی برای مردان و زنان صحبت کردن. اما این رو ارجاع میدم به لایحه‌ای که راجبش صحبت خواهیم کرد. فکر می‌کنم رویکرد جمهوری اسلامی و سقفی که آقای روحانی میتونه در واقع توش اقدام بکنه برمیگرده به یکی از لایحه‌ای که اخیراً در واقع سرش بحث زیاد شدش. یا رفع تبعیض‌های جنسیتی تحصیلی. فکر می‌کنم تقریبا همه هم باید بدونن که از سال گذشته دو تا کنکور قبل 77 رشته برای زنان ممنوع اعلام شد. رشته هایی که مدیریتی بود، رشته هایی که مهندسی بود، زیر شاخه های مهندسی بود، اینها در واقع زنان نه تنها حق انتخاب این رشته ها رو ندارن، چون باید طبق گفته مسئولان و رسانه‌ای که در اختیار جمهوری اسلامی هست و میتونه در اون تبلیغ کنه، باید به شغل‌های زنانه روی بیارن، اونهایی که بیشتر با توانایی‌های فکری و توانایی‌های جسمیشون مرتبط هست. یعنی اون تفاوت بین زن و مرد اگر نظر فیزیکی بخوایم نگاه کنیم، که البته یه بحثی در تمام دنیا وجود داره، به عنوان برتری شناخته میشه، نه به عنوان صرفاً تفاوت. توی حوزه تحصیل باز هم اتفاقی که افتاد که هنوزش برای تغییرش در واقع اقدامی نشده، مسئله بومی سازی بود و سهمیه بندی جنسیتی. یعنی اگر یه دختری در شهرستان درسش بخونه، مطالعه کنه و اونقدر آمادگی پیدا کنه که بتونه در رتبه بالایی بیاره، اولویت با اینه که در محل زندگی خودش تحصیل بکنه، یعنی از تحصیل در دانشگاه‌های سطح بالاتر یا مرکز رو در واقع از دست میده. منشور حقوق شهروندی بود که ایشون گفته بودن که قبل از انتخابات که اینو حتما تقدیم مجلس میکنن به صورت لایحه. خانم شجاعی در این مورد یادداشت خیلی خوبی دارن، در سایت روز آنلاین میتونین ببینینش. این در واقع تقدیم مجلس شد، ولی خب خیلی انتقادها رو به دنبال خودش داد. خانم شیرین عبادی توی یکی از صحبتاشون میگفت در واقع این منشور برای سرگرم کردن مردم بود، هیچ تغییر خاصی نبود، هیچ حقوق شهروندی به معنی استاندارد بین المللی درش بهش پرداخته نشد. یکی دیگه از وعده هایشون تهیه لوایح در حمایت از زنان بود که اونم باز صبر میکنیم تا اینکه به بحث لوایح برسیم که چه لوایحی در به اسم دولت ایشون نوشته خواهد شد که در دولت ایشون پیگیریش حالا تصویب میشه یا نمیشه، و عمده این لوایح در واقع در علیه زنان بود. یکی دیگه از صحبته که کرده بودن مقابله با گشت ارشاد و ایجاد حس امنیت در دختران بود. خب گشت ارشاد تا پیش از این زیر نظر نیروی انتظامی بود و زیر نظر مستقیم رهبری بودش، اما خود رهبری اینو واگذار کردش به در واقع وزارت کشور، و این خب یک فرصت باز میتونه باشه برای این که، و حالا این کنشگرانی که موافق این بودن که بیاد دست دولت و بتونه از اون حجم فشاری که بوده کاسته بشه. الان با بچه‌هایی که صحبت بکنین در ایران هستن، خب هنوز در خیلی از مناطق خصوصا وقتی هوا گرم میشه یه ذره ترسا زیادتر میشه که دخترها چی میپوشن، خانما چه جوری رنگی ممکنه بپوشن، چه اتفاقایی ممکنه بیفته، اینا، و هنوز اون در واقع بگیر و ببندها هنوز هستش. یکی از اتفاقایی که افتاد بعد از انتخاب ایشون حضور زنان در پست‌های معاونت بود. خب وقتی که کابینه رو ایشون اعلام کردن، شاید خیلی انتظار داشتن، من جمله خود من انتظار داشتم که یک وزیر زن حتما لااقل یکی توش باشه، خصوصا که در دولت آقای احمدی نژاد این صد شکسته شده بود، ولی خب توی کابینه هیچ زنی نبود و تو خودشون که صحبت کردن گفتن که ولی کابینه من فقط وزرا نیست و معاونان هم هستن و چندین زن به عنوان معاون انتخاب شدن. خانم الهام امینزاده که معاون حقوقی ایشون هستن، گرایش سیاسی محافظه کارانه داشتن و یک سری از قوانین رو ایشون در واقع اظهار نظرهای قبلش که بخوایم ببینیم قبل از اینکه به این سمت بود، نسبت به یک سری از قوانین مثل سن ازدواج در واقع دختران و اینا خب اعتراض داشتن، ولی اینکه اگر بخوایم فکر کنیم که در راستای برابری بخوان مثلا اون برابری که مد نظر ماها هست یا ما بهش فکر میکنیم، نه، یه همچین رویکردی رو نداشتم. خانم معصومه ابتکار خب اصلاح طلب هستن، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده. ایشون در دوران آقای خاتمی اولین معاون رئیس جمهور زن بودن که خب خیلی هم باهاشون در واقع مخالفت شد توی مجلس. بحثی که بود این بود که ایشون به علت اینکه در این فاصله چند ساله بعد از سال 88 به
در واقع خانواده قربانیان سال 88 کمک کرده نباید رأی بیاره و این نشون دهنده توی گیومه میگم فتنه گر بودن ایشون هستش. از قول اونها خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه هست که البته موضع‌گیری خاصی که ندار سخنگویشون، در واقع اگر که یک آقا بود باز هم همین صحبت‌های ایراد می‌شد که الان هستن الان میشه. یکی از اونایی که خب خیلی جامعه مدنی از حضور ایشون استقبال کرد شهین دخت ملاوردی هست. ایشون معاون امور زنان و خانواده هستن، تو دوران آقای خاتمی معاون مرکز مشارکت امور زنان بودن. خب ایشون در سال‌های گذشته با فعالان حقوق زن در داخل کشور خیلی در ارتباط بودن. این بازی به عنوان یک فرصت برای جامعه مدنی و کنش‌هایی که بخواد بشه، به عنوان که ایشون یک حلقه وصلی باشن برای رسوندن مطالبات و خواسته ها و موضع‌گیری جامعه زنان برای به گوش دولت، خب یک فرصت در واقع شناخته میشه. اما لایحه‌ای که اگر بخوام بریم سراغ لایحه‌ها و اینکه این روی کرد، حالا جدا از در واقع وعده هایی که داده شده و صحبت هایی که شده تو کنفرانس ها و اینا، اینکه کارهای عملی که چی بوده، حالا جدا از این در واقع حضور خانم ها در پست های معاونتی یا اینکه امسال طبق اعلام رسمیشون 8 مارس رو به رسمیت شناخت دولت 11 به عنوان روز جهانی حقوق زن که خب قبل از این وجود نداشتش و تولد فاطمه زهرا دختر پیغمبر اسلام بود که به عنوان روز زن شناخته میشد. اما یکی از من خودم شخصا که بخوام بگم روی کرد چی بوده، تو این لایحه طرح جامعه جمعیت و تعالی فکر میکنم که باید روش صحبت بکنیم، که به قول خانم لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس این لایحه یک لبیک گویی به رهبری بود. یکم بریم عقب‌تر، قبل از انتخابات در فروردین ماه مرکز امور زنان بسیج یک در واقع منشور زن تراز انقلاب اسلامی رو تدوین کرد و که به تایید رهبری هم رسید. این منشور ماده های زیادی داشت ولی شخصا فکر میکنم که همش یک جمله بیشتر نبود، تعریف زن در جایگاه همسری و مادری و نکاتی که به عنوان تعریف اومده بود برای این برای توضیحش اومده بود، اینکه یک زنی که باید که مطابق تایید رهبری هستش و انقلاب اسلامی اونو مهر تایید میزنه، زنی هستش که دلارام مرد باشه، محیط خونه رو برای مرد آروم نگه داره، به کار تربیت فرزندان بپردازه. تمام ماده های منشور اگر که بخونین در واقع نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی به این هست که در کنار بقیه لوایح و مواد دیگه که قرار میگیره این شاید یه ذره بازتر بشه. قبل از این که قبل از انتخابات تو دوره آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای و خود آقای احمدی نژاد در سخنرانی ها در شهرستان ها در خیلی جاها صحبت از این کردن که جمعیت ایران کم هست و باید ما افزایش جمعیت داشته باشیم. بودجه کنترل جمعیت، خب توی گوش ماهایی که توی جمهوری اسلامی درس خوندیم، من خودم متولد 61م، توی اون سالا درس خوندیم فرزند کمتر زندگی بهتر، دو فرزند کافیست، خب نقش بسته بود و این خوب جواب داد، یعنی جامعه تونستش کنترل کنه جمعیت رو و تونستش روی کیفیت فکر کنه که میتونه روی کیفیت بیشتر تاکید کنه. اما اون بودجه‌ای که برای تبلیغات بود، خب حذف شد اون بودجه و تبدیل شد به بودجه باروری که بسته‌های تشویقی توش بود، تبلیغ خونه به خونه بود، پوسترهای تبلیغاتی شاید دیده باشین توی شبکه‌های اجتماعی چند ماه پیش خیلی سر و صدا کرد، تبلیغایی که روی پوسترها روی دیوار شهر زده بودن که یک خانواده که 5 6 تا جمعیت 5 6 تا بچه داشته باشه چقدر خوشبخت میشه. و جالبش اینجا بود که توی این پوسترها زن نبود، مادر خونه نبود. سوال این بود خب مادر کجاست اگر که این خانواده 5 6 نفری هستن؟ احتمالاً خب تو خونه داشتن. یا مثلا لوازم جلوگیری از بارداری خیلی کمیاب شد یا خیلی گرون شد یا بعضی جا اصلا پیدا نمی‌شد، یا اینکه در واقع توی باز این لایحه طرح جامعه جمعیت و تعالی چیزی که توی این مواد این تاکید شده باز هم همینه، نقش همسری، نقش مادری برای زن. ماده 4 این لایحه، من اینا رو نوشتم که وقت اشتباه نگم براتون، ماده 4ش میگه صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی، اینها موظفن طبق موازین اسلام و همراه با نقش محوری خانواده برنامه بسازن و پخش کنن. نقش تبصرش
اومده که در راستای اجرای این ماده ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان متناسب با ایفای نقش‌های فوق ذکر لحاظ شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری شود. تأکید باز هم تأکید روی تقدس خانواده، پیش بردن زنان به سوی خانواده. در اقدامی که فیلم کام یک ماه اخیر هستش که خیلی بحث روشه، قراره که وزارت ورزش و جوانان تفکیک بشه، وزارت ورزش جدا بشه و جوانان بشه وزارت طلاق و ازدواج. یعنی باز هم خانواده، بردن معضلات و مشکلات و آسیب شناسی جوانان زیر پوشش مسئله خانواده. مشاغلی که تو این لایحه بهش اشاره زده، بهتر خانم ها به سمت پزشکی، پرستاری و معلمی پیش برن و زنان که در واقع بخوان استخدام بشن توی اینها، اولویت با زنان دارای فرزنده و بعد بقیه. یعنی باز هم تفکیک جنسیتی در مشاغل رو اینجا داریم. ماده 24 این لایحه 9 ماه مرخصی برای زنان داده، در کنار حالا در دیگر تصمیماتی که دارن. مادران پس از شروع به کار می توانن تا پایین یک سالگی فرزند به ازای هر 6 ساعت کاری 2 ساعت مرخصی داشته باشن. از 12 ماهگی تا 5 سالگی به ازای هر 6 ساعت کاری میتونن 1 ساعت مرخصی داشته باشن با حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقشون و تا پایان 2 سالگی کودک از شیفت شب محرومن. پدران اما 10 روز این مرخصی رو دارن و اگر فرزند دو قلو باشه 1 ماه دارن. توی این میتونیم بگیم، میتونن خیلی بگن که خب مرخصی برای زنان، مرخصی بعد از زمان، خب خیلی خوبه که مدتش بره بالاتر، اما خیلی تصمیمات دیگری در حوزه اشتغال زنان گرفته شد که در دولت قبلی هم در واقع تصویب شد. اون هم کاهش ساعت کاری زنان بود. اگر که زنانی هستن که سرپرست، بازم میگم تو گیومه، سرپرست خانواده یا ناناور خانواده هستن، اونها میتونن از یک روز مرخصی استفاده کنن. یک روز مرخصی استفاده کنن. قبل از این مسئله دورکاری بود، یعنی زنان از توی خونه بتونن کار کنن، که توی این دولت بازم تو چند ماه گذشته این حذف شد خوشبختانه. و یکی از اولویت، یکی از مواد دیگه‌ای که توی این لایحه هست که به نظر من خیلی تبعیض آمیزه، حتی بین زنان هم تبعیض ایجاد کرده، این هست که برای استخدام اولویت بندی شده، که این به اداره ها در واقع به شکل بخشنامه ارسال بشه تا برای استخدامی که میخوان داشته باشن اولویت ها به این شکل باشه: اول مردان متأهل و دارای فرزند، بعد زنان متأهل و دارای فرزند، بعد مردان متأهل، بعد زنان متأهل، بعد مردان مجرد و بعد زنان مجرد. یعنی دختری که بخواد تحصیلش رو تحصیل کرده باشه و بخواد کار کنه، یا نه میخواد اصلا وارد بازار کار بشه، آخرین اولویت استخدام برای یک سازمان دولتی یا یک اداره هستش. حالا این قوانینی که در مورد اشتغال زنان هست، این لایحه ها رو که کنار هم بذاریم، شخصا معتقدم که روی کردی که بر اساس اینها هستش خانه نشینی زنانه، یعنی در واقع دور کردن هرچه بیشتر اونها از اجتماع هست. یک ماده دیگه توی این لایحه هست، ربطی به زنان نداره، ولی من فکر میکنم که خوبه که مطرح بشه. مسئله ماده 9 هست که بر اساس ژن نخبه، تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرایند بین نسلی جمعیت کشور. و این فکر میکنم هیتلر 70 سال پیش بود که میگفتش که ما بخوایم ژن برتر بخوایم در واقع ایجاد کنیم. بله. و الان اینا در واقع این توی این لایحه ذکر شده که خب برتری و نژاد پرستی رو به نظر من توش داره. یک بخشنامه در ماهای گذشته به در واقع دستگاه ها و وزارت خونه ها ارسال شد، که البته گفتن که خیلی ممکنه که برداشت مختلفی از این بخشنامه بشه، یا اونی که عده ای از در واقع کنشگران زنان بهش اعتراض داشتن نباشه. اونم این بود که جایگاه مشاور امور زنان از دستگاه ها و وزارتخانه ها با امضای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فعلی در آبان ماه به دستگاه امضا شد و به دستگاه ها ابلاغ شد. توضیحی که دادن که این به معنی حذف زنان نیستش، این بود که به منظور چابک سازی، منطقی سازی و متناسب سازی بوده. به این عنوان در توضیح این جمله هم گفتن که در واقع ما این مشاوره رو حذف میکنیم که زنان تلاش کنن که به پست‌های بالاتر برن. یکی دیگه از در واقع لوایحی که توی این به اسم این دولت در واقع ثبت میشه، حالا از قبل مطرح شده بوده ولی توی این دولت در واقع تصویب شد و به اجرا درآمد، لایحه حمایت از کودکان بودش که خب سر و صدای خیلی زیادی ایجاد کردش.
دولت میتونست و دولت میتونه که وقتی یک لایحه به مجلس در واقع ارجاع داده میشه، قبل حتی بعد از اینکه شورای نگهبانی همونو تایید میکنه، میتونه درخواست بازنگری کنه و میشه اون رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته تا که اگر که در واقع به مصلحت نظام نیستش مورد بازبینی قرار بگیره و موادی که مورد انتقاد هست بشه. اما لایحه حمایت از کودک چی میگه؟ یکی از موادش در ماده قانونی اومده که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع هست. این ممنوعیتش توی ماده قانونی خب خیلی خوبه تا قبل از این ممنوعیت نبود، اما تبصره‌ای که براش گذاشتن اگر که دادگاه صالح تشخیص بده و اون سازمان که الان سازمان بهزیستی توی ایران هستش که خب آسیب اجتماعی رو پیگیری میکنه، اگر اونها تایید کنن که همچین ازدواجی در واقع به نفع اون فرزند یا فرزند خوانده یا کودک ممکنه باشه، اجازه این ازدواج داده میشه. یعنی در واقع اگر یک خانواده یک دختر یه ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله رو بیارن و بزرگ کنن، اون مادر میتونه همیشه فکر کنه که داره هووی خودش رو بزرگ میکنه و اون پدر همیشه نگاه جنسی به اون فرزند داشته باشه. جنسی به این معنی که بدونه که این وقتی 18 ساله بشه این اختیار رو داره که بخواد باهاش ازدواج کنه. این تبصره هایی که توی این مواد قانونی در واقع ذکر شده، قبلا سر اعدام هم بود که در واقع گفتن زیر 18 سال رو ممنوع اعلام میکنیم، اما باز تبصره اگر حاکم شرط تشخیص بده که در واقع اون اعدام باید انجام بشه، خب اون فرد که زیر 18 ساله به هر حال حکم اعدام براش صادر میشه. بر همین من فکر میکنم حالا با این مروری که با هم دیگه داشتیم، آقای روحانی خب وعده هایی که دادن وعده های خیلی خوبیه، اما آیا میشه رفع تعویض جنسیتی کرد در حوزه اشتغال و تحصیل؟ ما میتونیم بعد از 4 سال بگیم ایشون این کارو کرد؟ فکر میکنم یک میزانی از وعده هایی که ایشون دادن میتونه خیلی جذاب باشه، میتونه خیلی در واقع در راستای برابری یا مطالبات زنان باشه، اما سقفی که ایشون گفتن یک سقف دیگری هست و به اسم رویکرد جمهوری اسلامی، همون افزایش جمعیت به نظر من هستش که توی این لایحه به خوبی میشه مشاهدهش کرد که چطور زنان رو از حوزه اشتغال، همینجور تحصیل، اون ممنوعیتی که هستش برای تحصیلشون، حق انتخاب رو از اونها بخوان بگیرن و به سمت در واقع همون تعریف اون منشوری که در واقع تایید کردن من خانه نشینی زنان هست و اون از بازار کار باشه و تعریف هویت اونها در خلاصه کردن اون در مادری و همسری. اما این رویکردی که وجود داره، حالا با وجود زنانی مثل خانم مولودی که میگم حالا شاید اون چیزی که ما فکر میکنیم یا خود من برای ایران در تصورم هست که بخواد برابری کامل باشه، هرچند تو هیچ جای دنیا شاید هنوز اونجور برابری کامل رو ما نداریم، حداقل تو حوزه اقتصاد و بازار کار و دستمزدها نداریم هنوز توی دنیا، ولی این فرصت این تغییر و این نگاهی که در واقع با توجه به وعده ها بوده و این مثلا مجوزی که دادن برای تشکیل نهاد و سازمان ها که بخوان، باز اون هم البته همونجور که خانم شجاعی اشاره کردن که خیلی هم مهمه نهاد مدنی و سازمان ها، بعد از در واقع اون اساسنامه هایی که باز باید به تایید جمهوری اسلامی برسه، خب یک سری نکاتی هست که ممکن کسی هم بهش باور نداشته باشه، اما اگر جامعه مدنی بخواد از این تغییر و این فرصت با توجه به تمام این رویکردها بخواد استفاده کنه برای اون تغییراتی که برای اکتیویست میتونه مهم باشه، اکتیویست مدنی که دنبال رسیدن به قدرت در واقع نیستش، اون دستاورد ها الان با توجه به 8 سال گذشته که داشتیم، جامعه مدنی خیلی خوشبین هست که بتونه تغییرات خیلی کوچیک رو هم ایجاد کنه. اما توقعی که در واقع از آقای روحانی میره، من شخصا معتقدم که باید یک توقعی باشه در حد توان ایشون، نه اینکه توان به معنی اینکه چقدر میتونه، چقدر از بالاتر بهشون این اجازه داده میشه. برای یک اکتیویست همونجور گفتم خیلی مهمه و میتونه یک تغییر کوچیک دستاورد بزرگ محسوب بشه، اما اینکه بخوایم بگیم که بعد از این 4 سال یا حتی بعد از این 8 سال از این شعارها شروع کنیم به نظر من اشتباهه. از قبل از اون رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به زنان یک رویکرد سرکوبگر هستش و یک رویکردی هست که در راستای برابری اونها هیچ وقت تلاش نخواهد. خیلی ممنون. این برخورد و تشریح
جزئیات به نظر من جا داره که روش بحث بشه و خیلی ممنون که این رو یه مقدار باز کردیم و همونجور که قبلا هم آرزو کردیم امیدواریم که بعدا در فرصت‌های غیر از 8 مارس بتونیم دنبال بکنیم ببینیم که به کجا رسیده. توی برنامه امشب من یک کتابی رو معرفی قرار بکنم، کتاب ژیلا بنی یعقوب، زنان در بند 209 اوین. قبل از اینکه شروع بکنم باید از دو دوستی که به من کمک کردن و مشکلات حرکتی و بصری منو خلاصه تا اندازه‌ای کمک کردن که زیاد اذیت نکنه تشکر بکنم و در واقع این یک مصداق شد برای اینکه میگن همسایه‌ها یاری کنید، من باید بگم همسایه‌ها یاری کنید تا من کتابخوانی کنم. خیلی خیلی ممنون. و پیش از اینکه به متن این کتاب بپردازم باید نویسندش ژیلا بنی یعقوب که یک روزنامه نگار هست و فعال حوزه زنان اشاره‌ای بکنم. ژیلا بنی یعقوب اگر حکم دادگاه پس از اعتراضات بعد از انتخابات 88 نبود که او رو به 1 سال حبس و 30 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم کرد، امروز 20 سال از عمر روزنامه نگاری ژیلا بنی یعقوب میگذشت. او از سال 1372 کار رسمی روزنامه نگاریش رو با در روزنامه همشهری آغاز کرد و بعد از اون در بسیاری از روزنامه هایی که خیلی کوتاه بهار مطبوعات رو ساختند فعال بود، مثل نوروز، مثل وقایع اتفاقیه، مثل روزنامه سرمایه که در روزنامه سرمایه مسئول سرویس اجتماعی بود. ژیلا بنی یعقوب یک روزنامه نگار پشت میز نشین نبود، خیلی متحرک بود در سطح جامعه و در سطح بیرون از جامعه. او به افغانستان و عراق زمان جنگ رفت و گزارش تهیه کرد، حتما بعضی از ما، من به یاد دارم گزارشی که از افغانستان تهیه کرد بسیار بسیار جالب و دقیق بود. در کارنامه او چند جایزه بین المللی هست، از جمله جایزه شجاعت در روزنامه نگاری. یکی از خصوصیات بارز ژیلا بنی یعقوب تعهد او به نقل و ثبت جاندار رویداد هست. به جزئیات میپردازه و کمتر به طرح کلی و مفهوم یک رویداد میپردازه، بیشتر میره توی در واقع خبر، میره توی رویداد. مثلا همه ما با اصطلاح بستن فلعی مطبوعات آشنا هستیم، هزار بارم تکرارش کردیم، ولی اگر کتاب ژیلا بنی یعقوب نبود تحت عنوان روزنامه نگاران قصه میخورند و پیر میشوند که در اون در واقع چهره نگاری 20 روزنامه نگاری رو کرده که و لحظه نگاری کار این روزنامه نگاران رو که در این روزنامه های اصطلاحاً اصلاح طلب کار میکردن و وقتی که اینا توقیف شدن بسیاری از اوقات همون چند روز توقیف رو به قدری جز به جز و به قدری دقیق تشریح کرده که آدم وقتی این کتاب رو میخونه، من دیگه نمیگم بستن فلعی مطبوعات، برای اینکه انقدر به نظر من فروکاستن این
فاجعه هست که حد نداره. در واقع خصوصیت روزنامه‌نگاری ژیلا بنی یعقوب اینه که در دل رویداد میره، ولی برداشتی که از گزارش او از این رویداد در ذهن خواننده نقش میبنده یک برداشت اندیشیده و با فاصله هست، و من فکر میکنم که این یک خصوصیت بسیار بسیار گرانقدر برای یک روزنامه نگار. کتابی که امروز من معرفی میکنم در واقع از همین اراده تعهد به ثبت رویداد سرچشمه گرفته. کتاب 3 بخش داره. بخش اولش مربوط به روز تظاهرات 22 خرداد سال 85 که زنان در میدان هفته تیر برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز جمع شدند و 70 نفر رو در این تظاهرات نیروهای انتظامی و پلیس و لباس شخصی و اینا بعد از زدن باتوم و کتک مفصل دستگیر کردند. یک بخش این کتاب مربوط به از جمله ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی عمویی که همسر ژیلا بنی یعقوب هست اینها رو و ترانه بنی یعقوب که خواهرش هست. خلاصه ژیلا به عنوان مسئول سرویس اجتماعی تیم خودش رو برده بود به تظاهرات که خبر بگیرن و تدوین کنن و گزارش بنویسن. تقریبا همه تیم رو گرفتن و به علاوه خلاصه عده زیاد دیگه از مرد و زن، و در واقع بخشی از این کتاب گزارش آن چیزی هست که در این مدتش هم طولانی نیست و در این مدت گذشته. در واقع ژیلا بنی یعقوب در صفحه اول کتاب میگه که این زندانی که این کتابی که من در گزارش این زندان نوشتم نه به خاطر اهمیت این زندانه، چون مدت بسیار کوتاهی فکر میکنم 2 هفته بوده توی زندان، و یادآوری کرده که این بند 209 و این زندان اوین در دهه 60 چه فجایعی رو به خودش دیده، چه رنجهایی زندانیان کشیدن که این رنجها قابل مقایسه با رنجی که در اون سال 85 اینها کشیدن نیست، و کتاب رو به خاطره تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی تقدیم کرده. بنابراین یه بخش مربوط به این دوران بازجویی های اول، یک بخش دیگه مربوط به این یعنی در اسفند 85 بازی عده 33 نفر زن دستگیر میشن، موقعی که این زنان رفته بودن جلوی دادگاه زنان فعال حوزه زنان که دادگاه داشتن، اینها رفتن برای همبستگی با اون زنانی که محاکمه میشدن جلوی دادگاه که اونا رو هم گرفتن و آوردن، بازی مدتی نه چندان زیاد توی زندان بوده. خب همونجور که گفتم ژیلا بنی یعقوب یه آدمیه که ریز نگره، نگاه خیلی ریزبینی داره، جزئیات رو میبینه، و من خیلی کوتاه میگم اونچه که در این چیز هست. قبل از اینکه وارد این بشم، در قسمت آخر کتاب هم روایت بهمن احمد عمویی هست از اون روز 22 خرداد که او رو هم گرفتن و حسابی ضرب و شتم و خلاصه خونین و مالینش کردن. همونجور که گفتم در ابتدای کتاب نویسنده بر غیر قابل مقایسه بودن رنج این زندان با زندان دهه 60 صحبت میکنه. در واقع در اون زمان جو جنگ بر زندان حاکم بوده، جنگی که کاملا نابرابر، در یک سو اراده انهدام زندانی و حریف در کار بوده و در سوی دیگه اراده اثبات سرافرازی سیاسی و
آرمانی. در سال 85 این برداشت منه، حاکمان محکم بر سر جای خودشون نشستند و چندان حراسی از حریفان ندارند. باتوم، تحقیر، گوشمالی و ارعاب جای خشونت بیمهار و خونین رو گرفته. همین جب و نگاه ریزبین زنی چون جیلا بن یعقوب فرصت تأمل در سازوکار و روانشناسی کارگزاران بند 209 اوین رو میده که مستقیما میدونیم تحت اختیار وزارت اطلاعات هست و از مقررات سازمان زندانها و دستورالعمل‌های قوه قضاییه کاملا خودمختاره و تبعیت نمی‌کنه. محور دیگر این کتاب غیر از تشریح شرایط، برخورد زندانیان زن با بازجوها، شرایط زندان و زندانبانان هست. این برخورد برخوردی هست چالشی، قانون طلب، محکم و موقر که در ضمن خالی از نوعی شیطنت هم نیست. از خواندن کتاب میفهمیم که در بند 209 زندان اوین بازجو وجود ندارد، بلکه آنها که از زندانی بازجویی می کنند کارشناس نام دارند. اینطور به نظر می رسه که بازجوها طالب کسب موقعیت قابل احترام تری هستند. و در موردی که 3 کارشناس در حال بازجویی از یک زن بودند، در پاسخ به این پرسش زندانی از یکی از اونها که آیا زن شما میدونه شما چه شغلی دارین، جواب میده من شغلم این نیست، من کار فرهنگی میکنم، امروز فقط برای کمک به اینجا آمدم. یک نمونه از بازجویی رو که به بحثی استدلالی تبدیل میشه براتون میخونم. پرسید با چه انگیزه ای در تظاهرات زنان در میدان هفته تیر حضور یافتی؟ گفتم من خبرنگارم و برای پوشش خبری به تظاهرات رفته بودم. گفت اما این تظاهرات یک تظاهرات غیرقانونی بود. گفتم اولا که غیرقانونی نبود، طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری هر گونه تجمع مسالمت آمیز آزاد است. ثانیا من به عنوان خبرنگار این مسئولیت را دارم که حتی در یک تظاهرات غیر قانونی برای تهیه خبر حضور داشته باشم. گفت فکر نمی کنم اینطور باشد که شما می گویید. گفتم چرا؟ به عنوان مثال من به عنوان خبرنگار در تظاهرات بسیجی ها علیه دانمارک در مقابل سفارت این کشور حضور داشتم، همان تظاهراتی که در اعتراض به کاریکاتورهای 2 کاریکاتوریست دانمارکی برگزار شد، همانها که اعتقادات مسلمانان را مورد توهین قرار داده بودند. آن تظاهرات اصلا مسالمت آمیز نبود و حتی نیروهای بسیجی به طرف سفارت مواد آتشزا پرتاب کردند. در آن ماجرا هیچ کس بازداشت نشد. آن تظاهرات غیرقانونی بود نبود؟ دوباره خندید و گفت بحث ما الان تظاهرات مقابل سفارت دانمارک نیست. آن تظاهرات ماجرایش با تظاهرات زنان کاملا فرق میکرد. بله فرقهایش را که خوب میدانم. آنجا تظاهرات کننده ها مسالمت آمیز رفتار نمیکردند و رفتارهایشان به آتش سوزی و تخریب اتومبیل های مردم و صدمه دیدن چند نفر منجر شد، اما تظاهرات زنان کاملا مسالمت آمیز بود، ولی پلیس به آنها حمله و 70 نفرشان را بازداشت کرد. دوباره گفت ماجرا کاملا فرق میکرد. گفتم چه فرقی؟ فرقش این است که دولت ایران از تظاهرات بسیجی ها حمایت میکند
چرا که همسو با سیاست‌های خودش است. روش غیر مسالمت‌آمیز تجمع آنها هم به همین دلیل هیچ اهمیتی برای پلیس ندارد. گفت حالا لطفاً پاسخ این سوال را روی کاغذ بنویسید. حاشیه پردازی هم نکنید و ماجرای سفارت دانمارک را ننویسید. فقط درباره انگیزه خودتان از شرکت در تظاهرات امروز بنویسید. نوشتم البته به ماجرای سفارت دانمارک و به حضور خودم در آن تظاهرات به عنوان خبرنگار هم اشاره کردم. و این هم صحنه دیگر از یک جلسه تفهیم اتهام که مصادف بود با مسابقه فوتبال ایران و پرتغال. این ژیلا بنی یعقوب و دو سه نفر از همسلولی‌هاش توی هواخوری صدای مسابقه رو از نمیدونم کجای یه پنجره خلاصه میشنون و دو تا از همسلولی‌ها خیلی علاقه داشتن به فوتبال. خلاصه میخوان برن ببینن که این مسابقه چه جوری و اینا. به زندانبان میگن تو رو خدا بذار ما یه جوری وایسیم که گوش بکنیم اینا. زندانبان هم میگه نه اصلا رو نمیشه و میبرتشون از هواخوری. در همین بین میان و ژیلا بنی یعقوب رو میبرن پلوی قاضی. پله ها را به کمک زندانبان زن بالا رفتم. قبل از اینکه وارد اتاق شوم گفت می توانی چشم بند را برداری. چشم بند را برداشتم و وارد اتاقی شدم که در آن مردی مسن پشت میز نشسته بود. سلام که کردم چشمش را از صفحه تلویزیون به سمت من گردان. مؤدبانه پاسخم را داد و گفت بنشین. روی یکی از کاناپه ها که درست روبروی تلویزیون قرار داشت نشستم. تلویزیون بازی ایران و پرتغال را نشان میداد. واقعا سورئالیسته. تلویزیون بازی ایران و پرتغال را نشان میداد. به هیجان آمده بودم که می توانم دقایق پایانی بازی را ببینم. چقدر جای آزاده و معصومه خالی بود. سعی کردم زیر چشمی به تلویزیون نگاه کنم که یک وقت قاضی من را از دیدن بازی من نکند. اما خیلی زود متوجه شدم که هیچ توجهی به این موضوع ندارد. این تماشای فوتبال پرونده های زیر دستش را هم جا به جا میکرد. انگار دنبال پرونده هم میگشت. پرونده آبی رنگی را دستم داد که برگه ای داخل آن اتهام هایم را تفهیم میکرد. بالاخره پس از 7-8 روز تصمیم گرفته بودند بگویند اتهامم چیست. در همان حال که چشم به تلویزیون دوخته بود گفت اتهام هایت را بخوان و اگر دفاعی داری بنویس. و دوباره مشغول تماشای فوتبال شد. اتهام ها را خواندم: اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس. میخواستم دفاعم را در برابر اتهام ها بنویسم اما وقتی باز مطمئن شدم قاضی محو تماشای فوتبال است و کاری به کار من ندارد، من هم به تلویزیون چشم دوختم. قاضی از بازی بد ایران هر لحظه بیشتر برمی آشفت و من از این وضع نگران می شدم. که حالا اعصابش از بازی عصبانیتش از بازی موجب می شود سختگیرانه با این پرونده برخورد کنم. آرزو کردم فوتبالیست های ما بهتر بازی کنند. که خوشنودی قاضی هر که خوشنودی قاضی فوتبال دوست باعث کمک به پرونده هم شود. آرزوی بی ثمری بود. ایران هر لحظه بدتر بازی می کند. آنقدر بد که قاضی کاملا ناامید شد و گفت دیگه بازی را باختند و فایده ای ندارد و ترجیح داد به جای نگاه کردن به
دقیقه های پایانی بازی به پرونده من رسید. پرسید خب چرا به تظاهرات غیرقانونی رفته ای؟ گفتم آقای قاضی، اولا تظاهرات غیرقانونی نبود و ثانیاً بنابر وظیفه شغلیم که روزنامه نگاریست این حق را داشتم که بروم. حالا از این یک مقدار میگذریم. خلاصه سوت پایانی رو زدن و ایرانم باخت و در این میان زن دیگر رو زندانبان همین موقع زندانبان زن دیگری را به اتاق آورد، زنی 50 و چند ساله که بعدها فهمیدم نامش آریه اقدام دوست است. او هم روی کاناپه دیگر نشست. نماینده دادگاه انقلاب به او برگه تفهیم اتهامش را داد و در همین بین هم نگاهی به تلویزیون انداخت. داور سوت پایان بازی را زد و ایران باخت. بعد قاضی رو کرد به عالیه. خانم به من بگویید چرا به تظاهرات میدان هفته تیر رفتید؟ عالیه در حالی که دستهایش را با هیجان زیادی در هوا تکان میداد گفت آقای محترم چرا نباید میرفتم؟ به نظر من شما اشتباه کردید که به تظاهرات نیامدید. شما هم باید میامدید، به خاطر حقوق دختران و همسرتان باید میامدید. نماینده دادگاه که انگار از حرفهای عالیه یکی خورده بود گفت حواستان هست چی میگویید؟ شما باید به سوال جواب بدهید، نه اینکه سوال بپرسید. اما عالیه انگار نه انگار که به عنوان متهم در برابر این نماینده دادگاه انقلاب نشستم، مدام به او میگفت شما اشتباه کردید که به خاطر دفاع از حق دخترانتان به ما نپیوستید. او با حرارت از قوانین تبعیض آمیزی سخن میگفت که بر ضد زنها در میدان هفته تیر شعار داده بود. قوانین ضد زن. من سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران 9 سال است. مجازات کودک 9 ساله ظلم بزرگی است. از دشوار بودن حق طلاق و حضانت فرزندان برای مادران میگفت و هر بار هم اضافه میکرد به نظرم خیلی اشتباه کردید. نماینده دادگاه انگار که از رفتارهای عالیه خنده اش گرفته باشد گفت مثل اینکه یک چیز هم به شما بدهکار شدم و باید توضیح بدهم چرا به تظاهرات نرفتید. خانم شما متهم هستید و باید توضیح بدهید که چرا به آن تظاهرات رفتید. شما به خاطر حضور در آن تظاهرات متهم و زندانی هستید. عالیه گفت خب اشتباه میکنید، من کار درستی کردم. و دوباره برگشت سر صحبت‌های قبلیش. در همان حال که به صحبت‌های عالیه گوش میدادم روی برگه تفهیم اتهام نوشتم هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم، همه اش دروغ محض است و قویاً تکذیب میکنم. عالیه همچنان داشت در حقانیت تظاهرات زنان در میدان هفته تیر حرف میزد و نماینده دادگاه انقلاب کم کم داشت عصبانی میشد. نگاهی به پرونده عالیه انداخت و گفت شما قبلا هم زندان بوده اید؟ درست میگویم؟ بله، 5 سال در سالهای اول انقلاب به خاطر همکاری با یک گروه سیاسی چپ. خانم شما با این سابقه‌ای که دارید چطور جرأت میکنید خودتان را در معرض خطر دوباره قرار دهید؟ مگر نمیدانید سابقه قبلیتان پرونده امروزتان را سنگین تر میکند؟ شما نسبت به این دختران و زنان که سابقه چندانی ندارن مسئولیت کمتری دارید. عالیه دوباره حرفهای خودش را زد. من از رفتن به تظاهراتی که هدفش درخواست حقوق اولیه زنان بود پشیمان نیستم. باز هم میگویم شما اشتباه کردید. نمیدونم چرا عالیه این جمله را بارها تکرار میکرد. آیا احتمال نمیداد این رفتار میتواند
قاضی را جری تر کند. با این وجود مجذوب هیجان و شجاعت عالیه شده بودم و احساسم این بود که حتی نماینده دادگاه هم تحت تأثیر قرار گرفته است. خب حالا نماینده دادگاه ازشون میخواد یه مبلغی بدن برای ضمانت، کفیل تعیین کنن و شرط دیگری را هم مطرح کرد: باید تعهد بدهید که پس از این در چنین تظاهرات هایی شرکت نکنید. حالا بجز من و عالیه یک زندانی دیگر را هم به اتاق آورده بودند، مریم ضیا، زنی هم سن و سال خودم. خلاصه حالا باز عالیه میگه نه، این مریم ضیاست، میگه تعهد نمیدهم، چرا که تظاهرات غیرقانونی نبود و حضور من نیز در آنجا کاملا وجهه قانونی داشت. قاضی گفت لجبازی میکنی؟ در این صورت آزادت نمیکنم. گفت لجبازی نیست، اما چرا باید بپذیرم کار غیرقانونی کردم، آن هم وقتی که کاملا قانونی بودن رفتار خودم را مطمئن هستم. خلاصه جریان با این تموم میشه که نه عالیه و نه دیگرون نه ضمانت میدن و نه کفیل. عالیه میگه که من یک زن مستقل هستم و کفیلم نمیخوام، ضمانتم نمیدم. بعد میگه تو زندان میمونیم؟ میگه من حاضرم هر چقدر که شما بخواید توی زندان بریم. در واقع این از این جور صحنه ها در این کتاب فراوونه و در این حال روانشناسی آدم هایی که در اونجا هستن، از زندانبان، بازجو، زندانی های دیگه، بسیار 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 جالبه. ولی تکیه و رفتار این زنا با بازجو و با بازجویی واقعا به نظر من کم نظیره، برای اینکه مثلا یه بار اغلب خب زندانی ها رو نصف شب ساعت 2-3 بعد از نصف شب می بردن بازجویی اینا. خلاصه یک بار این ژیلا بن یعقوب با چشم بند و ساعت 2 بعد از نصف شب می برنش به بازجویی و میگه که من بازجویی پس نمیدم. و اولا که بازجویی با چشم بند غیرقانونیه، ثانیاً نصف شب از نصف شب به بعد غیر قانونیه. هر کاری میکنن میگه نه و میفرستنش به سلول انفرادی. و در سلول انفرادی خب دیوارا رو میخونه و تمام چیزها و اینا و بعد سعی میکنه شعرهایی که بلد بوده یادش بیاره، بعد سرود میخونه، بعد آواز میخونه، بعد همه این کارا رو میکنه. بعد دو روز بعدش و بعد میبینه که از سلول‌های کناری صدای اذان میاد و روزها میبینه که پنج بار، مشخصا پنج بار اذان میگن و یه اذان مثل اذان معمولی ایران نیست. تعجب میکنه و فلانی حرفا. خلاصه بعد از دو سه روز زندانبان میاد میگه که تو چی کار میکنی تو این سلول انفرادی؟ زندونی های بغل شکایت کردن. میگه که چرا شکایت کردن و اینا. حالا تو این وسط هی از خودش میپرسیده که اینا کیان، مردایی که اذان میخونن و پنج بار در روز و اذانشون هم یه ذره فرق میکنه. یه خود فکر میکنه میگه نکنه طالبانن مثلا اینا. خلاصه بعد اینا شکایت میکنن، زندانی های مرد اذان خون شکایت میکنن از ژیلا. میگه چرا شکایت کردم؟ من که تو سلول انفرادی هستم، من کاری نمی کنم. اینا میگن نه، تو سرود میخونی و اونها
رو آلوده به گناه میکنیم. بعد اینجوری معلوم میشه که در واقع اون زندانیان قبلی کناری از القاعده بودن. میخوام بگم که در واقع مثلا موقعی که قرار بوده دیگه آزادش بکنن، شب آخر بوده، زندانبان میاد نصیحتش میکنه، میگه بابا دیگه از این کارا نکن که دیگه بر نگردی اینجا و فلان، این حرفا، تو شوهر داری و اینا. و میگه آره خب شوهرم هم همینجا زندانه و اینا. نه اونو آزاد کرده بودن. در واقع فقط ژیلا بن یعقوب مونده بوده، چون حاضر نشده بوده بره به با چشم بند بازجویی پس بده. و علی اکبر موسوی خوینی که اونو بیش از همه نگرش داشتن، 3 ماه نگرش داشتن که تو همین تظاهرات دستگیرش کردن. بعد زندانبان میگه آخه ببینم شوهرت چه برخوردی خواهد داشت تو حالا آزاد میشی؟ میگه خب خوشحال میشه، حتما خوشحال میشه دیگه. میگه که فکر نمی کنی مسئلهی پیش بیاد برات اینا؟ میگه چه مسئلهی برام پیش بیاد؟ میگه خب آخه این همه مدت تو زندان بودی، ممکنه یه طوری شده باشه اینا، شوهرت مشکوک نمیشه به تو این حرفا؟ میگه برای چی مشکوک بشه؟ من افغانستانم رفتم، عراقم رفتم. میگه برای چی رفتی افغانستان؟ میگه خب روزنامه نگارم، اونجا جنگ بوده، رفتم دیدم و اینا. دیگه زندانبان اصلا اینقدر میگه چشماش گرد شده بود که در زندانو میبنده، زود میدوه میره. نه واقعا. و بسیار جالب اینا، یعنی روانشناسی با فرق این آدم ها رو بدون قضاوت ها، هم فقط توضیح میده که این اتفاق افتاد. و در واقع من ببخشید مثل که من پر حرفی کردم، در واقع این کتاب نبض تلاش فعالان زن رو، جنس تلاششون رو نشون میده. و البته اون فعالانی که دیده میشن، چون احتمال داره که یه فعالانی هم باشن که در واقع دیده نشن، ولی اون بخشی از فعالان زن که در ایران مبارزه میکنن، این کتاب کاملا نشون میده که چه برخوردی دارن. و در این حال این کتاب نشون میده با نام بردن و با صحبتهایی که داخل زندان بین زندانیان مختلف میشه، نشون میده که واقعا این زنانی که تو زندان هستن از طیفهای مختلف هستن. زنای لایق هستن، زنای چپ هستن، زنای ملی مذهبی هستن، زنای که رفتارهای جنسی مختلف دارن هستن. خلاصه تمام اینها رو ژیلا بن یعقوب ازشون یاد میکنه، بهشون اشاره میکنه. و میگم واقعا آدم این رو که میخونه، نبض این حرکت فعالان زن، لاقل بخش زیادی از این که ما میشناسیم رو میبینیم. ژیلا بن یعقوب بارها گفته که عاشق روزنامه نگاریه و عاشق نوشتنه. الان با این حکم دادگاه 30 سال نمیتونه روزنامه نگار واقعی باشه، ولی نشون میده که همچنان طالب نوشتنه. و این کتاب البته نتونسته در ایران چاپ بشه، انتشارات باران اون رو در سوئد چاپ کرده. امیدوارم که یک روزی بشه در ایران هم خونده بشه و چاپ بشه.